دوستای عزیز سلام، اصیلا شمی هستم. باز هم در حضور شما با یک درس نو قرار دارم. امیدوارم جور صحتمند باشید و اوقات خوش در کنار تمام عزیزانتان بگذرانید. درس امروز ما با ادامه درس قبلی که آموزش لباس خواب بود و این درس ما اختصاص داده شده با دخت پتلون خواب. این پتلون خواب در روی منیکن نبینین، یعنی قبلا آماده شده و در دو طرف خود شامل دو جیب می باشه و کمرش هم توسط لاستیک و بند دوخته شده و به خاطر تهیه از این پتلون خواب ما پاتنش قبلا آماده ساختم و شما میتونین از پاتن های کمرشال یا بازاری استفاده کنین و میتونین به نظر به سایزتان را عیار بسازین و این پاتن که روی میز است شما میبینین، یعنی شامل سه بخش است که یک قسمت پیش روی پاچه پاتن و پشت پاچه و همچنان دو جیبی که دو طرفش دوخته شده و به خاطر زیای وقت ما قبلا پارچه یک در نظر گرفته بودم برش کردیم و روی میز قرار دادیم و حالا شما را با دو روش دوخته زی پتلون خواب آشنا می سازم. در قدم اول خب و همچنان این پتلون قسمی که گفتم یعنی یک بند است که این بند شما میتونین از طول یعنی به طول یک متر 20 سانتی و با عرض 2 اینچ برش کنین و شروع پیش از اینکه شروع کنیم به دوختنش قدم اول یک تکر از پاچه پیش رو و یک تکر از پاچه پشت سر میگیریم و روی هم قرار میدیم به این شکل و چون پارچه ما آشیه داره و با خاطر و قدم اول این شروع میکنیم از درز داخلی که به انگلیسی میگن این سیم، شروع میکنیم به دوختن درز. پیش از او روی هم قرار میدیم و به خاطر امی آشیه شیره کلپ یعنی قید میزنیم که یعنی به خاطر اینکه میاشش موازی این برابر هم قرار بگیرن در وقت دوخت. به این شکل پاچه ما را کلپ میزنیم یا سنجاق، شما میتونین از سنجاق استفاده کنین و به این شکل و خب هر دو پاچه ما رو به این شکل کلپ میزنیم و میریم به دوختنش. دوستای عزیز قسمی که میبینین درز داخلی یا انسیم ما دوخته شد، یعنی به اندازه درز مای ما نیم اینچ بود، به اندازه نیم اینچ دوخته شده و سرد شده و اوتو شد و به طرف پشتی رو قاد کردیم. معمولا درزهای بسته رو همیشه به طرف پشت یا عقب رو قاد کنین و اوتو بزنین و به خاطر آسانی کار ما معمولا قاد پاچه رو هم اندازه که تعیین شده و قاد کردیم و اوتو کردیم و یعنی بهتر از این پیش از این درز دو بغل بدادیم بهتر از که یه پاچه پتلون قاد کنین و اوتو بزنین و قسمت بالا را که میبینین قسمت جای لاشتک است، همچنان ایرام هم اندازه که تعیین شده قاطش کردیم و اینجا هم جایی است که کاج دوخته شده و خاطر از این بند پتلون پیش روی چاد پیش رو بیس قسمت بالایی دو کاش میدازیم و چون با روش کاج در درس قبلی آشنا شدین بنان آل میریم در دختن جیب و دو جیب یک در دو طرف باید دخته شده و چون جیب از 4 پارچه تشکیل شده یا برش شده که دو پارچه شد بر یک جیب است دو پارچه شد پارچهشون بر جیب طرف دیگه و امو پارچه که در پیش رو دوخته میشه او را لایی زدیم به خاطر دهن جیب سورتر و مقبولتر بیه و جایی قسمی که در پاتن میبینید دو نقطه که نشانی شده دهن جیب است و اینیم دو نقطه رو در روی پارچه ما هم نشانی کردیم. والا می
پارچه که لایی داره در پیش روی جیب این شکل روی هم قرار میدیم و سنجاق میزنیم از قسمت بالای دهن جیب تا پایانش و میریم به این شکل جیب دیگه ما رو پارچه رو قرار میدیم و میریم یک بخیه از امون قسمت بالا تا پایین این دهن جیب میدوزیم. خب دوستای عزیز، درز اول دهن جیب ما دوخته شد این قسمه که میبینین و بعدا میریم یک درز یا یک بخیه در روی جیب میدادیم این جیبه و این درز مایارم به طرف همی جیب قاط میدیم و یک درز که به انگلیسی میگن under stitch که بسیار مهم است برای اینکه اگه ازی درز صرف نظر کنین یا این درز ندازین این دهن جیب به طرف بیرون خود نشان میدن خود جیب به حساب ما برای طرف بیرون و که اینمی جیب اینمی درز اینمی بخیه که من هم under stitch شامل امی سیلا میباشه که خود جیب است و این دو درز مایه را امرای خود داشته باشه میدازیم و قسمی که در این جیب میبینین جیب ما جیب امو در اندر ستیچ یا اینمی درز بخی داخل جیب دوختم و بعدا خود جیب در روی پارچه دو میشه در روی جیب قرار میدین به این شکل میدازین. خب از اینجا شروع میکنین تا قسمت پایین و وقتی که دوخته شد درز که بخیر تمام کردین بعدا امی خود درز مایه را قسمی که در این جیب میبینین این جایی که دهن جیب شروع دهن جیب است اینجا را برش میزنین و امی درز مایه را به طرف بیرون میکشنین به این شکل. بعدا این جیب قسمت دوم جیب امرای درز پاچه دیگه بهش دوخته میشه که این جیب است که قسمت که میبینین این جیب تمام شده کارش. حال میریم درز دو بغل میدوزیم قسمت که میبینین جیب در طرف جیب هر دو جیب دوخته شد این هم قسمت دهن جیب است که به حساب لایزه داریم و این هم خود جیب این درز بغل دوخته شد سرد شده و به طرف پشتی رو اوتو کردیم قسمی که میبینیم و همچنان دو کاچ در پیش روی پتلون دوخته شده که و یه یک میبینه این بنده پتلون که به قسمی که بیشتر گفتم که دو اینچ عرض ازیست و طولش هم نظر به اندازه کمر و اندازه که انتخاب میکنین و این رو به این شکل اول یک قط میتن از شروعش یک قط نیم اینچ باز یک نیم اینچ و باز که نیمی دو اینچ به یک اینچ تبدیل میکنین و باز یک قط دیگه میتن که خود بند به نیم اینچ تبدیل میشه و یک رو بخیه در رویش میکنین به و در قسمت لاشتک بندازی کمرتان انتخاب میکنین به حساب قیچی میکنین و روی هم قرار میدین به شکل و یک ماشین میکنین لاشتک و بعدا وقتی درز دوختین لاشتک دمی جای نیفه به شکل قرار میدین و یک بخیه دمی بالای قسمت بالا میدین و حال میریم همی درز میدوزیم و همچنان پاچهشم پاچه پتلون یک روی بخیه میکنیم و دوباره برمیگردیم. خب دوستای عزیز، ای بود درس امروز ما. امیدوارم از این درس لذت برده باشین و با ختم این درس مرحله ابتدایی خیاطی به پایان میرسه. تا مرحله بعدی شما رو به خداوند میسپارم. همیشه خوش، صحتمند، جور سرحال باشین.